تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن تقوا. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه با تفسیر ساده، روان، فشرده، قطره ای آشنا میشیم. از اول که شروع کردیم به جزء 9 سوره اعراف، الان آیه 162 هستیم. آیه رو بشنوید. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. در آیه قبل گفت ای بنی اسرائیل وارد بیت المقدس بشید، یک، از غذاهای بخورید، دو، از خدا عذرخواهی کنید. لفظ عذرخواهی هم ای تو ای لفظه بگید، بگید حتا یعنی عفا. اینها فبدل الذین ظلموا، تبدیل کردن ستمگران از یهود، حالا همشون هم نمیگه، ستمگران از یهود تبدیل کردن قولا، یک کلمه گفتن غیر الذی قیل لهم، غیر از اونی که گفته، گفتن بگید هته، اینا گفتن هنته، یعنی چیز دیگه گفتن. حالی که اینها لجبازی کردن، حاضر نشدن یک عذرخواهی ساده از خدا بکنن، با اینکه گفتم اگر یه عذرخواهی ساده کنید، اگر عذرخواهی ساده بکنید نغفر لکم خطیئاتکم، تمام گناهانتون رو میبخشم، ولی اینها به خاطر لجبازی یک عذرخواهی ساده نکردن، عوض هته یعنی عفن گفتن هنته یعنی گندم. ما چی کردیم؟ فرسلنا علیهم رزا من السماء بما کانوا یظلمون، از آسمان نکبت رو بر اونها به خاطر ظلمی که کردن بر اونها فرستادیم، عذاب فرستادیم. این آیه تعبد توشه. ما باید بنده خدا باشیم، هر چی گفتن چیزی رو جابجا نکنیم، هیچ وقت هم نخواهیم که بگیم ما باید بفهمیم. شما میرید دکتر، دکتر چه اصلا درس خونده؟ دیپلم که معمولا دارن، یه 6 سال درس خونده دکتر شده، 3 سال هم تخصصی، فوق 3 سال هم فوق تخصص، 12 سال درس خونده پزشک متخصص شده، میگه این قرص رو 4 ساعت بخور، 4 ساعت به 4 ساعت، اون کپسول 600 به 6 ساعت، اونو 800 به 8 ساعت، میگیم چش. چونه نمیزنیم؟ پزشک رو مسخره نمیکنیم؟ چرا آیات الهی رو مسخره میکنیم؟ خواسته باشی بگی تا نفهمم عمل نمیکنم. بعضی از روشنفکران میگن چون ما راز اینو نمیدونیم عمل نمیکنیم. همین روشنفکر وقتی میره دکتر، هر چی دکتر رو گوش میده، چرا به دکتر میگی من راز نفهمیدم؟ چرا این قرص 4 تا 4 ساعت، اون 600 و 800؟ هر چی دکتر گفت گوش میدیم، هر چی خدا گفت باید گوش بدیم. گفتن نماز ایرقمی بخون، حج ایرقمی انجام بده، تبدیل نکنیم. فبدل الذین ظلموا غیر الذی قیل لهم، بعد میگه رزق من است. ما همه کیفرهامون قیامت نیست، خدا تو دنیا حالگیری میکنه. ما چند رقم تغییر داریم، بعضی وقتا روشن فکری تغییر میده، میگه حالا وقتی گفتن 4 ماه نجنگید، حالا فعلا چون بازار جنگ داغه الان میجنگیم، جنگ ادامه میدیم، عوض یه ماه که گفتن ماه حرام نجنگید یه ماه دیگه عقب میندازیم. ان من نسیو زیادتون فرکوف، میگه همین کار غلطه. ماه رجب جنگ تعطیل، محرم، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، این سه ماه جنگ تعطیل. شما حالا بازار داغ شده، خون جوش اومده، میگی نه تمومش کنیم، جنگ یکسره کنیم، عوض یک ماه یه ماه دیگه. میگه تغییر زمان ندید، زمان را تغییر ندید، مکان را تغییر ندید، کلمات را تغییر ندید، هر چی خدا گفته انجام بدید. یهودی ها کلمه که خدا بهش گفت عوض کردن، رزم من است ما، هر که از مرز تعب در ارکش هم میتونه، میگه دست بذار اینجا، بذار بالاتر سیری میخوری، بذار پایینتر سیری میخوری، میگه آمپول بذار اینجا، بذار عقبتر میخوره تو گوش، کلید میگه تو درست کن، دندانش فرق بکنه قفل باز نمیشه، همونطور که دنداشو ترشیدن با او دنده باز میشه. این اثر ای رقمی بروی با این سرعت بروی، طبیعت همینطوره، ایسیب زمینی پیدا، چند درصدش قنده، چند درصدش نشاسته، چند درصدش آب، فرمولاش عوض میشه، دیگه ایسیب زمینی نیست. هر چیزی فرمولی داره، هر چیزی قانونی داره، ما نمیدونیم، هر چی خدا گفت گوش بدیم. پیام آیه 362 اینه که یهودی ها اون چه خدا گفت گوش ندادن. خدا تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، ما مو به مو هر چی تو گفتی گوش بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.